میگم برگ بخوای میگم من هیچ وقت زندگی واقعی نداشتم. لپتاپم، اینترنت، گوشیم، سایت ها، فقط همینا بود. از زندگی واقعی میترسیدم. ترسیدم تو زندگی واقعی هم یکی بشم مثل بابام تو سن 60 سالگی حتی نتونه پول دکترشو بده. متنفرم از ضعیف بودم. آرمین؟ بله. چرا در رو گفت کردی؟ چی شده؟ چیزی نشده بابا. لطفار میاد خونه با جراب گلی، بعدش هم میگه هیچی نشده؟ مدل جدیده؟ چند نفر تو دانشگاه مواد پخش میکردن، ازشون فیلم گرفتم گذاشتم تو اینترنت. که چی بشه؟ هیچ. چرا؟ نمیدونم چرا. نمیدونی؟ حوصله‌ام سر رفته بود. همینجوری. من حالم خوبه بابا، برو قرصاتو بخور. روزا بیشتر وقتم پای سایت کتاب خونیم بودم. یه سالی میشد این سایت رو انداخته بودم. هر کسی میتونست وارد سایت بشه، پی دی اف کتاب ها رو بخونه، درباره کتاب ها نظر بده. یه تالار گفتگو داشت که کاربراش کم کم داشتن زیاد میشدن. بعضی وقتا فایل های کتاب ها رو ویروسی میکردم تا بتونم به اطلاعات شخصی یه سری از کاربرا یه نگاهی بندازم. و برای تفریح بود. ولی کم کم از این کارم احساس قدرت میکردم. چند بار این کارم رو ترک کردم ولی باز میرفتم سراغش. بعضی وقتا با کاربرایی که چت کرده بودم تو دنیای واقعی قرار میذاشتم. ولی آدم ها معمولا تو چت درباره همه چی دروغ میگفتن. یه دختر زشت خودش رو جایی یه مانکن جا میزد. یه پیرمرد پولدار خودش رو یه دختر نوجوان فقیر معرفی میکرد. زندگی تو تالارای چت شبیه زندگی توی دنیای موازی با دنیای واقعی بود، با قوانین خاص خودش. بین همه کسایی که تو سایت کتابخونی باشون چت میکردم، آیدی گرگ دریا از همشون جالبتر مینوشت. یه جور هوش جذاب با یه طنز ظریف تو نظراتش بود. معلوم بود آدم خاصیه. بعد از یه سال چت کردن اون شب ازم خواست تو دنیای واقعی باش قرار بذارم. میدونم الان به همه چی شک داری. میدونم الان هرچی بگم باور نمی کنی یا ربطش میدی به اتفاقی که بعدن افتاد، ولی واقعیت اینه، همه چی همین طوری شروع شد، همینقدر ساده، از همون چت.
کامپیوتر میخونم، گرایش امنیت شبکه. الان یه مدتیه دیگه نمیدونم رشته‌ای که میخونم قراره به چه دردم بخوره. تو دانشگاه با کسی نزدیک نیستم، نه استادا نه بچه‌ها، کلاً حوصله حرفای چرت و پرتو ندارم. حالا اینو گوش بده تا بقیه‌اشو بفرستم. پدرم نویسنده است، 4 سال MS گرفته، نویسنده داستانهای عشق و عاشقی، ولی عشق خودشم نتونست نگه داره. مادرم 2 سال ازش جدا شده، تو بانک کار میکنه، درآمدش خیلی بیشتر از پدرمه که ویراستاری میکنه. خودم توی مغازه زیرپله فکستنی واسه اتوشویی و بقالی و کبابی تبلیغ درست میکنم، یا برای مؤسسه فروش جنسای تقلبی سایت دوزاری میسازم. اگه هنوز اونجای خلاصش اینه، کاری که ازش درآمد دارم و دوست ندارم. کلن آدم هیجان انگیزی نیستم که بخوای منو ببینی. تنها ببینیم هم دیگر رو چجوری بشناسمت؟ منم یه تیشرت سبز میپوشم. آرمین اسم تو؟ اگه اون لحظه وارد اون گالری نمی شدم، مسیر زندگیم واسه همیشه یه شکل دیگه می شد. اون روز تو اون گالری برای اولین بار دیدمش. با دیدن اون وارد سمت تاریک دنیا شدم. ماجرای بعد از قرار اون روز انقدر سریع پیش رفت که نتونستم جلوشونو بگیرم. کاش قبل از اینکه ببینمش از اون گالری رفته بودم بیرون، قبل از اینکه سرشو برگردونه سمت من. جاله عدیب، گرگ دریا. منم آرمین مشرقی، هم عقاید یک دلغک. فکر نمی کردم این شکلی باشی، جوون، لاغر، خوشتیپ. فکر می کردی چه شکلی هم؟ فکر می کردم قدت کوتاه باشه، چاق، اخمو، نه اینقدر جوون. منم فکر نمی کردم آیده گرگ دریا دختری باشه شبیه شما، همسن خودم. چیزایی که راجع به زندگیت گفتی راست بود؟ بله. سایت کتابخونه کار خودته؟ بله. خیلی خوبه، سایتت فوق‌العاده است. من همه نظراتتو میخونم، عاشق نظراتت راجع به کتاب دمیانه هستم. چه اینجا قرار گذاشتی؟ دم این تابلو؟ چون اولا من تو دانشگاه نقاشی خوندم، بعد اینکه خانواده من خیلی شبیه این تابلو هست. پدر، مادر، 2 تا خواهر، کشاورز، بچه داتای فومن. این لحجه نداری، خیلی شهری این شما. آره، من 2 سال قبل از اینکه برم دانشگاه اومدم تهران پیش عمو. اما مستخدم دانشگاه تهرانه، درس خونده ها، 11 کلاس درس خونده. با عموتون زندگی میکنی؟ نه، الان 1 سال پیش یکی از دوستام. پسر؟ نه خانوم. حالا فکر میکنی چرا این تابلو شبیه خانواده منه؟ چون یکی از کارهای خودتونه. در واقع تنها کار به درد بخورمه، فعلا که بی پولی از نقاشی کشیدتم سمت گرافیک. من هنوز ارتباط با آدم رو تو دنیای واقعی بلد نبودم. ژاله کم کم داشت می آوردم تو دنیای واقعی. یه جور سادگی و مهربونی تو نگاهش بود، تو صداش. گیج شده بودم، تپش قلبم بالا رفته بود. وقتی باهاش بودم هیجان داشتم.
معنی حسمو نمیفهمیدم. تا حالا تجربهش نکرده بودم. به چی فکر میکنی؟ هیچی. دروغ گفت. به خودو به چیز فکر نمیکردم، همینجوری داشتم نگاه میکردم. مرسی. داغه. تو چجوری قهوه تلخ میخوری؟ اصلا چیزی شیرین دوست ندارم، فقط تلخ میکنم. ولی خودت تلخ نیستی. مرسی. چشاتو به من. تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی به همراه زیرنویس انگلیسی و عربی، پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. تلویکا. تو که به من گفتی تو کامپیوتر خیلی واردی، چرا یک کار درست حسابی باش را نمیدازی؟ خیلی الان به کامپیوتر واردم. کار کردم پارتی میخواد، نه وارد بودن. الان من بشم پارتیت مشکل نداری؟ پارتی به چشم و ابرو نیست، به روابط. الان شما از چشم و ابروی من تعریف کردی یا داری تیکه میندازی؟ نه، اینکه خب چشم و ابروت قشنگه که توش بحثی نیست. خب این موضوعش فرق میکنه دیگه، درسته؟ تو چرا همین راحت نمیگی؟ چرا حرفتو میپیچونی؟ خیلی راحت بیا بگو من ازت خوشم میاد. الان من بهت بگم ازت خوشم میاد، باید چی کار کنم؟ خواستگاری. اه؟ آره. زرنگی ها. تو الان مثلا حاضری با یک پسری که بی پوله، بیکاره، پدرش هم مریضه ازدواج کنی؟ آپشن زیاد داره. نه. خب دیگه پس چی میگی؟ این پسر اگه به حرف من گوش بده، پنجشنبه بیاد به این آدرسی که واسش میفرستم، زندگیش از این رو به اون رو میشه. بعد اگه این پسر نخواد زندگیش از این رو به اون رو بشه، بعد چیکار کنه؟ و بخواد. آه، اجباریه. بله. خب اگه دستوره که دیگه خب از سوال کردن نداره دیگه. آها، شما با این لباسا نمیای که شما قشنگ لباس شیک میپوشی، میای اونجا ترتمیز مرتب. آقا من میخوام به همه معرفیت کنم، بگم ما قرار با هم ازدواج کنیم. بر دروازه شهری ناشناس زنی راهم را سد کرد. از او خواستم بگذارد بروم، گفتم میروم و برمیگردم. با نجوایی در گوشش گفتم من هم مثل هر مرد دیگری از تاریکی میترسم. زن اما با آوای گرم و سوزان به من گفت چراغ را روشن گذاشتم برای همیشه. از خونه تا اینجا خیلی راهه، اتوبوسم که ماشین شخصی نیست، از خیابون اصلی میاد. بریم. جاله ببین من آدم مهمونی شلوغی نیستم اصلا. ها الان چیکار مگه میخوای بکنی؟ خب همین دیگه، بالاخره باید باشون حرف بزنم، نمیتونم که حرف نزنم. بگم رشتم چیه، رزومم چیه، باشون شوخی کنم، جوک بگم، به جوکاشون بخندم، از این کار من آدمش نیستم، نمیتونم حرف بزنم.
باشه چرا فقط شلوغش میکنی؟ اصلا تو حرف نزن، من جای تو حرف میزنم. تو فقط مثل عروسک اینجوری کلتو تکون بده. این کاری که دیگه میتونی میگم برای تو همین چه شوخیه؟ نه منم دارم جدی میگم. تو مگه نمیگی روت نمیشه؟ من میگم خب من میشم روی جناب عالی. دیگه مسئله ای نداریم که. به خدا الان بریم بالا بگیم ما داریم اینجا راجع به اجتماع گریز بودن تو صحبت کنیم، میخندن بهمون. جاله جون مهمونت اومد؟ این همین پله اومدی ببینه مهمون من رسید یا نه؟ مهندس داره دنبال مهمونت میگره. سلام. مهمونته؟ آره. من حاله هستم عاشق مهندس. بکنم قرار شما بیام پیش آقای مهندس کار کنیم. آره قراره بیاد کار کنه. تو پاشنه کفش چکسته؟ آره کفشم ندارم اونجا بپوشم. من یه کتونی دارم تو اتاقم، میخوایم اونا رو برداری؟ خوشحال شدم. خواهش میکنم. ببینم ات. بله. آسانسور خرابه؟ نه این فوبیای آسانسور داره. اگه خواستی یه چیزی رو همه دنیا بفهمن به حاله بکن. هر وقتم خواستی جاسوسی منو بکنی میتونی حاله رو مأمور کنی. چون اینا رو به من میدی؟ برای اینکه اگر اومدی اینجا کار کنی بدونی که نباید دورو برای حاله بپدکی. هر از نایمدم داری حسودی میکنی؟ اون شب برای اولین بار پتون شرکت گذاشتم. جایی که اون شب رفتم یکی از چند تا شعبه شرکت مادر بود. نکته آخر این که فساد مثل موریانه تو تاریکی رشد میکنه. من همینجا تو این مراسم قول میدم شرایطی رو فراهم بکنم که هیچ موریانه ای اینجا رشد نکنه. یه شرکت سرمایه گذاری که توی هر زمینه سوداوری کار میکرد. واردات ماشین، واردات دارو، برنج، ساخت واحدهای مسکونی، پخش شیرخوش، خرید سهام تیم فوتبال، فروش ضایعات آهن، همه کاراشم تو ابعاد خیلی خیلی بزرگ. اون شرکت اقیانوس روابط و پول و قدرت بود. سلام. اسمشون چی بود؟ آرمین مشرقی. بشین صداتون میکنم. بشین. اسهالش رو به بوز کردن گرفتن احمقای هیئت مدیره. نه جدی نمیگم، واقعا خیلی نیستن. یعنی یک آدمی که همه جاش دائم درد میکنه، یک خانوم اصلا قیافش به درد بازاریابی میخوره. نمیخوره چه ریخته بقیه جدیه. آره زدی زیر قولت. خب باید یه جوری مهمونی گفتی و تعامل کنم یا نه؟ چیزی شده بین تو و احمق؟ نه هیچی نشده. طور خود اقا منو میرد نده. آزارم میده مهربونیش. آوردیش؟ اونجاست. ها. بگو. چی؟ بیا بریم رو ببینیم. آرمی. سلام. خوب نابغه کتاب خونی و اینترنت تایی؟ نمیدونم. از دیدن من خوشحالی؟ مولا چی بگم؟ آرمین هنوز نمیدونه من تو چقدر با هم دوستیم. آرمین آنایتا هم خونمه، تو بخش بازاریابی شرکت کار میکنه. خیلی ماهه. ایشون هم خیلی ماهه، خیلی کارش درسته. هیچ که تعبیر نمیگیره. نمیدونم چی شده که دو هفته است فقط از تو حرف میزنه. ایشون لطف دارم به من. او بله البته همینطوره. چقدر سیخ حرف میزنی؟ از تو کتابا یاد گرفتی؟ بی خیال بابا.
ببین یه در هست اونجا پشت میزه، اونجا واسه مهمونای مخصوص بساط پذیرایی هست، اگه دوست داری برو بخور کمی حالت خوب شه. دوست ندارم اینجوری حالم خوب شه، نفهمم چی میگم، چرت و پرت بگم، آدمو رو کج و کله ببینم. بعدم نیستا، من که حال میکنم آدمو رو کج و کله ببینم، فکر کن تو رو میخواستم راست خودتو ببینم چی میشدی. آنه غیر قابل تحمل. خواهش میکنم. از چی خواهش میکنی؟ از آنهایتا ناراحت نشد؟ نه ناراحت نشدم. وقتی حالش بده یه چیزی میگه منظوری نداره، ناراحتت میکنه و خودش زود پشیمون میشه. الان خودش گفت بیام دنبالت. به درد اینجا نمیخورم، عصبی میشم یه چیزی میگم گم میزنم میرم. به اتفاقی که افتاد فکر نکن، من مطمئنم همه از تو خوششون میاد. بهمن بفهمه چی از کامپیوتر تو سرت دیگه ولت نمیکنه. بیا بریم. آره میام، اومدم هوا بخورم، ناراحت نشدم. اول تو برو، میام. ما یه بحث تست نفوذ داریم یا پنتریشن تست، یه بحث والنرابیلیتی اسیسمنت یا بررسی آسیب پذیری ها. این آسیب پذیری ها یکی از زیر مجموعه های پنتریشن تسته، میدونین؟ خیلی خوب توضیح دادی. باش بکنم. اتفاقا امنیت شبکه از چیزهایی که هیئت مدیره خیلی نگرانشه. تو الان دو سه نفری رو آوردم برای تو، اونجا که میدونم کسی رسما مشغول نشده. من خیلی از شرکت شما نمیدونم دیگه. ببین شرکت ما شرکت بزرگی، همه کاری میکنه، صادرات، واردات، تولید، ساخت و ساز تو ایران، دنیا، کلن هر کاری که ازش پول سالم در بیاد. بله جسارتم. خب من هرچی بیشتر از شرکتتون بدونم بهتر میتونم کار انجام بدم. فعلا تا همین حد بدونی کافیه. بهمن آنهایی تا کارت داره. نفهمیدین ناراحتیش چیه؟ نه ولی هر اتفاقی افتاده صبح افتاده، دیشب حالش خوب بود، همش از مهربونی تو میگفت. به چی میخندی؟ هیچی، همینجوری. بها بیا. سویچ تو بده. سبون خودم میرسونم. نه من میخوام رانندگی کنم، خودم میخوام برم. تو نمیخوای به من بگی چته؟ ناراحتی چیه؟ ای بابا از چیزی ناراحت نیستم. سویچ بده لطفا. نمیخوام با این حالت پشت فرمون بشینی. حالم خوبه، به جای اینکه قضا من مراقبت کنی حواستو جمع شرکت کن، نذار بازیت بدن انقدر. سویچ بده. چقدر طول کشید بالا اومدنتون؟ فکر کنم چشم زده بودی پاشنه کفشم شکست، تا الان داشتم پایین درستش میکردم. ببین درست شد؟ فهمیدم دیگه. میریم؟ با اجازتون. خدافظ. با دختری که دوستش داشتم رفته بودم مهمونی یه شرکت بزرگ، داشتم صاحب یه شغل توی زمینه کاری خودم میشدم، کاری که معلوم بود جای پیشرفت داره، ولی حالم خوب نبود. یه چیزی تو فضای اون شرکت بین آدمای اون شرکت بود که نمیذاش حالم خوب باشه. یادت باشه اگه به کسی میخوای نزدیک بشی یا اینکه وابسته بشی یا هر چیزی دیگه، تو گرفتاری یا کنارت باشه، نه اینکه وقتی تو درد سر افتادی ولت کنه به امان خدا. اینه از من داشته باش. باز داری به امان تیکه میندازی؟ تیکه نی، این واقعیته. اگه قرار باشه فقط تو خوشی یا کنارت باشه، در اصل این رابطه غلطه، تقلبیه. معلم میام. تو مامانو دوست داری، خودت هم میدونی هنوزم دوستش داری. الو؟ زیاد روی کرده بودم. آره واقعا کچکله میدیدمت. یادم صدا تو شناختم. الان میفهمی چی داری میگی؟
منو ببینی؟ آره الان. چرا الان؟ ازت کمک میخوام، دارم دیوونه میشم، باید ببینمت. به جاله زنگ بزنم؟ با پدرم زندگی میکنم، اونم الان بیداره. هیچون قول بدی داشته به قرار امشبون به کسی حرفی نزنی؟ فقط اگه جاله پرسید چی کار کنم بهش میگم دیگه. نه دیگه، دقیقا منظورم همونه، نمیخوام براش مشکلی پیش بیاد، تو باید مراقبش باشی دیگه. قضیه چیه؟ قضیه اینه که من به بهمن شک دارم، ازم نپرس چرا، چی میدونم یا چی حس میکنم، از هوا، از فضا، از نگاه، از بو، با یکی حرف میزنه، چت میکنه، عکس رد و بدل میکنه. بخش من درکتون میکنم، ولی فکر نمیکنم این موضوع ربطی به من داشته باشم. چرا دیگه؟ کاری که با کامپیوتر میشه کرد، هک و اینا. چی میخوا؟ میخوام سیستم یکی از دوستای بهمن رو چک کنی. حدس میزنم. بهمن چیزی رو سیستم خودش نمیذاره، زرنگ تر از این حرف هست. ولی اگه سیستم یکی از دوستاشو هک کنیم، میتونم سر از ارتباطش در بیارم. ببخشی من نمیتونم. پیاده نشی، من نمیتونم. جاله رو دوست داری یا نه؟ من اصلا تو این کارا نیستم، حوزه کاریم این نیست. تو یا جاله رو دوست داری یا نداری؟ بله دارم. خیلی خب، پس میفهمی دوست داشتن یعنی چی؟ من بهمن اونقدر دوست دارم که حق داشته باشم بفهمم تو سرش چی میگذره. تو سرش اشکال نداره، ولی الان میخوایم بفهمم تو کامپیوتر رفیقش چی میگذره. اینا با هم فرق میکنه. نه چه فرقی میکنه، الان هر کی هر چیزی تو سرش هست، یه ردی ازش تو گوشیش، تو کامپیوترش، تو فیسبوکش هست دیگه. کار غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، من نمیکنم این کارو. فرض کن داری به یکی کمک میکنی، داری به من کمک میکنی، من دارم با این آدم عروسی میکنم، یا خیالم راحت میشه میفهم یه آدم صاف ساده ایه، یا میفهم دارم گند میزنم به زندگیم، منو نجات میدی. فرض کن به خاطر جاله این کار صدای گرمش، با اون نگاه معصومش، اون زیبایی کودکانش کاری کرد که من وارد این بازی بشم. اگه همون موقع رو نهی که گفته بودم واستاده بودم، هیچ کدوم از این بدبختی ها پیش نمی اومد. ولی نتونستم، قبول کردم. بعد از اون همه چی اینقدر سریع پیش اومد که مغزم رو از کار انداخت. که میاریم اینجا از خودم بدم میاد. چرا؟ خوبه که قطعون برم آن کنیم. جوانی و زندگی تو برای آدم بیورز و مریض باشتی. بیورز چیه بابا؟ این حرف رو نزن، شما بیورز نیست. عوضی 5 سال تو رو از زندگی عقب انداخت، چه ربطی به تو داره؟ شنیدم بیماری بعدی هم گرفته افتاده تو. ولش کن بابا، ولش کن، بهش فکر نکن. بنویس، بازم بنویس، از عشق و عاشقی هم بنویس. چی کار داری؟ راستش بخواه از وقتی که مادرت رفته از عشق عاشقی بدم اومد. اصلا مگه عشق عاشقی هم هست؟ دلت خوش شد آقای مشرقی، ببرینشون تو.
شاله پدرت خوبه؟ آره بد نیست. هر روز میاریش فیزیوتراپی؟ هفته سه بار. نگران نباش، چیزی نیست. چیه؟ چشما چرا قرمزه؟ قرمزه؟ دیشب کلن نخوابیدم. از عشق من بی پا و سری نه؟ خواب و خوراک نداری؟ تابلوه دیگه، چشما قرمز. گفتم بیا اینجا، خواستم یه موضوعی رو بهت بگم. خانم بهتون گفتم ماشینتون رو اینجا ندارید، بیاید ماشینتون رو جابجا کنید. بله الان میام. ماشین داری تو؟ مگه بهت گفته بودم ندارم؟ تو این مدت اصلا یه بارم ندیدم با ماشین باشی. تو انتظار داری تو این مدت که همه چیز همه فهمیده باشیم؟ نه من انتظاری از کسی ندارم. بغ نکن، حالا داده بودم دست یکی از دوستان واسه ماشین عروس، هنوز گلمول بهشه. اخماتو واکن دیگه، بخند. باش برو بیا، کارت دارم. قرار بود تا زور بگیری بخوابی، چی شد؟ بیشتر نتونستم بخوابم، همین الان باید ببینم. الان که اصلا اومدم بیمارستان پدرم من نمیفهمم این چیزا رو، همین الان باید بیای پیش من، وگرنه همه چی میرزه به هم، ممکنه بیان بگیرنت. چی؟ ممکنه الان یک کسایی بیان دستگیرت کنم. داری شوخی میکنی؟ جدی میگم، تا نیم ساعت دیگه میام سر کوچه شرکت، اونجا باش. بهمن فهمیده؟ قول دادی کسی نمیفهمه، اگه بهمن فهمیده باشه من آدم خوبی بود، دی جانیس گذاشت من ماشین رو. تو میتونی بابا برسونی کارش همون شد تا یه ساعت دیگه تمومه. چیزی شده خوبی؟ مادرم رفت شکایت کنه و بهش برسم قبل از اینکه شکایت کنه رئیس برگردونه. واسه چی مادرت باید شکایت کنه؟ قضیه خونه است، داستان خانوادگیه. میتونی کارو بکنی؟ نگفته بودی بهم. خب ما خیلی چیزای همدیگه رو هنوز نمیدونیم. باشه خیالت راحت، کارش تموم بشه من میرسونمش. کجا باید بری دیگه؟ همونجا که اومدی تو اتاق. خب؟ آره باشه تو برو برسی. خداحافظ، بهت زنگ میزنم. دروغ گفتم، قضیه اصلا به من نیست. یعنی چی؟ اصلا سوال نکن، خودم هرچی بتونم میگم. سوال نمی کنم، بگو هرچی میتونی بگو. میدونم از دستم ناراحتی، حق داری، خیلی اذیت شد. اینا رو ولش کن، اذیت کردم و ناراحتی و اینا رو ولش کن. درست توضیح بده چی شده. چیزی نپرس تا برسی نیاورم. نیاورم چه خبره؟ سوال نکن. من به کسی قول ندادم، به هیچ کس قول ندادم. الکی حرف تو دهن من نزن، میشه آروم تر بری؟ تو سیستم نادر سراج رو هک کردی. نادر سراج رو هک کردم؟ نادر سراج دیگه کیه؟ یکی از آدم های مهم شرکت مادر. مادر پدر ول کن، درست توضیح بده، داری دیوونم میکنی، چی میگی تو؟ شرکت هولدینگ، سرمایه گذاری، شرکت واردات صادرات. چرا باید سیستم همچین آدمی رو هک کنی؟ این کار شخصی. بس سیستمش هک کنی که چی بشه؟ دلم خنک شه. دلت خنک شه؟ ببین من دارم گیج میشم، من دارم سعی میکنم کمکت کنم، بس تو منو بیشتر گیج میکنی. یکم صبر کن، همه چی برات میگه. ما الان میریم پیش مروارید زن نادر، باید بهش توضیح بدیم که ما اصلا کاری به کار شرکت نداشتیم. آها آها فهمیدم، الان میریم پیش مروارید زن اون نادره. آها فهمیدم. نگردم من پیاده میشم، نگردم همینجا بهت میگم، نگردم پیاده میشم. به اون ایت دروغ گفتم. وقتی سیستم رو هک کردم فهمیدم سیستم کسی به اسم نادر سراجه. چیزایی که تو سیستمش بود برام عجیب بود، فقط سندهای کاری شرکتشون بود. خیلی واضح بود قضیه اصلا شخصی نیست، یه جور تصفیه حساب کاری آنایتاس با آدم های شرکت. ولی هنوز روابط آدم ها رو با هم نمیفهمیدم. آنایتا چرا باید سیستم یکی از آدم های هیئت مدیره شرکت مادر رو هک کنه؟
نادر سراج چه ربطی به آنایتا داره؟ زنش مرواری چرا باید بخواد منو ببینه؟ از کجا تونسته بفهمه من سیستم شوهرش رو هک کردم؟ اونم به این سرعت. هیچ چیز با هم جور نبود. واضح بود آنایتا داره یه دروغ جدید میگه. باعث زحمت شده. اصلا من خیلی خوشحالم که دیدمتون باهاتون آشنا شدم. ولی اینجا جای مناسبی برای آشنایی نبود. اتفاقا فرصت خوبیه که بتونم باهاتون صحبت کنم بدون مزاحم. میزنی که روانیه ها. باشه که بدو نکن. من جوابشو میدم. تو نمیخواد حرف بزنی. واقعا نمیدونم چی بهت بگم. خودت منو کشوندی اینجا بعد میگی هیچ حرفی نزن. نمیتونم بین زمین و آسمون بمونم. بعد پام رو زمین باشه. اینجا پا تو زمین نذار. الو. آره فقط به پدرم که نگفتی قضیه شکایت مادرمو. نه بابا بچه‌م بگه با این حالش. خودت خوبی؟ تمامش کن. آره خوبم خوبم. الان پیش مادرتی؟ آره الان پیش مادرم. باشه پس من بعدم بهت زنگ میزنم. فقط آرام خوب باشه، استرس نگیری، عصبی نشی. نه خوبم خوبم. اومدی بیرون زنگ بزن. زنگ میزنم زنگ میزنم. جالب. داشتی تو حیاتت داشت میدادی که چی بگه چی نگه؟ سلام. با تلفن حرف میزد. من حرف نمیزدم. اسمت چیه؟ آرمین. از تو پرسیدم؟ آرمین انتهای راه روی اتاقه. لطفاً برو اونجا منتظر من باش. تو هم میتونی بری خونتون. من باید باشم. من باید بگم. قضیه برمیگرده به من. گفتی تموم شد. برو خونتون. مگه نگفتم برو خونتون؟ اون کسی که باید باش حرف بزنی منم. این پسر که نمیدونی چی به چیه. من مقصرم. من اصلا دنبال مقصر نمیگردم. من دلم میخواد با این جوان تنها صحبت کنم. مزاحمی مثل تو هم نمیخوام اینجا باشه. وقتی از هیچی خبر نداره چی میخوای بهش بگی؟ تازه اومده، تازه میخواد استخدام بشه. خانم کاشف احترام خودتو نگهدار. با پای خودت از این خونه برو بیرون. نذار بدم سریدار پرتت کنه بیرون. خواهش میکنم بفهم منظورم چیه. برو بیرون. بیرون. ترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا. تلویکا.com. احساس میکردم تو تله افتادم. دوست داشتم خودم خلاص کنم. تو ذهنم آدم ها رو به هم وصل میکردم. نگاه وحشی مروارید، صدای محو و عجیب آنایتا، معصومیت ژاله، سندهای هک شده شرکت، حرفای بهمن برای جنگیدن با فساد، پدرم، مادرم. ببخشید من عصبی میشم، معدم درد میگیره. چشم. چرا وایستادی؟
قضیه خانم با شوهر من یه قضیه چیپ دست دومه، از این قضیه های خال زنکی که هر روز دور و برت میبینی. من اصلا نمیخوام وارد قضیه خانم با شوهرم بشم که سیستم شوهر من امروز هک کرده، اونم فقط به خاطر یه حسادت شخصی. تو این مزخرفاتو باورت میشه؟ ببین خانم، به خود من هیچی خبر ندارم. هیچی خبر نداری؟ باشه، من فقط گفتم که بدون این دوتا موضوع کاملا جداست. بشین. من برای کار دیگه ای گفتم تو بیای اینجا، ولی اول باید بدونم که فایلایی رو که کپی کردی خودت دیدی؟ نه هیچ. آناهیتا یا کس دیگه ای ندیده؟ نه، من فایلا رو کپی کردم تو سیستم خودم، میتونم براتون بیارمش. هیچ جای دیگه کپی نشده. خب من از کجا بدونم جای کپی نشده؟ به هر آدم این کاری نشون بدیم میتونه بفهمه فایل جای کپی شده یا نه. ببینید، من یه کاری میکنم، فایلا رو پاک میکنم، قول میدم. بعد دیگه با آناهیتا هم کاری ندارم، نزدیک شرکت شما هم نمیشم. من خودم یه سایت کتابخونی دارم، داشتم زندگیمو میکردم. من عاشق نویسنده‌های روسم، چخوف، داستایوفسکی، فوق‌العاده‌ن. بله، میشه من برم؟ نه، من میخوام به طور خصوصی برای من کار کنی. هیچ کس هم لازم نیست بدونه، حتی شوهرم. توی شعبه‌ای که قرار بوده استخدام میشی، به کارهای عادیت میرسی. اگه تو اون شعبه کار کنم ممکنه همه کنجکاوشن، شک کنم من دارم چی کار میکنم. این یه کاریه بین من و خودت. چه کاری؟ کسی که بتونه سیستم شوهر منو به این راحتی هک کنه حتماً هم میتونه مواظبش باشه. امنیت شبکه. با حقوق جداگانه؟ با حقوق جداگانه، ماهی 10 میلیون. اگه پیشنهاد کاری منو قبول کنی میتونم باور کنم فایلا رو کپی نکردی، ولی اگه قبول نکنی مجبورم جور دیگه ای فکر کنم. درسته. با راننده من میری لپتاپو بهش میدی. درست. بعد به آناهیتا چی بگم؟ به آناهیتا نمیخواد چیزی بگی. گفتم که این دوتا موضوع هیچ ربطی به هم ندارن. هیچ زنی نمیذاره زن دیگه ای مزاحم شوهرش بشه، درسته؟ بله، درست، منطقیه. اگه آناهیتا اومد سراغت یا بهت زنگ زد، میگی دیگه دور و برت نیاد. بله. اگرم ازت پرسید من در موردش چی گفتم، بهش چی میگی؟ بهش میگی هیچی نگفتم. درسته. باور میکنه؟ مهم نیست که باور کنه، مهم اینه که دیگه سراغت نیاد. الان میتونی بری. ممنون. یه سمند بادمجونی دمه در منتظرته. بادمجونی. حالا وایستادی فالگوش؟ هنوز کارم به اونجا نکشیده. برای چی گفتی بیارنش اینجا؟ چون دلم میخواست یه جوان باهوش از نزدیک ببینم. حالا که دیدی ازش خوشت اومد؟ خیلی زیاد. صبر کن ببینم که مگه قرار نبود تو بری با آناهیتا صحبت کنی بترسونش که دیگه از این غلط ها نکنه؟ بترسونمش که بعدن تو بری آرومش کنی؟ یعنی من اینقدر خرم؟ به جون خودت، تو این یه سال تو شرکت ما فقط هم دیگر نگاه کردیم، یک کلمه هم حرف نزد. آها، دارم راست میگم. وقتی که نمیخوری عرق میکنی، وقتی هم که میخوری حال روزت اینه. چه عجب، بالاخره امروز شما ما رو دیدی. قبل از اینکه پرویز از سفر برگرده باید بفهمیم کار خودش بوده یا کار آدم های دیگه. نخواستم تلفنی به جواب بدم، حوصله‌تو نداشتم. حالا با این کاری کسیفی که یاد من انداخته تو هرچل باید بهت بگی. این فکر خود احمقت بود یا آدم های دیگه ای بودن؟ پول بهت دادم، وادارت کردم این کارو بکنی. میام سراغت همشو باید راست بگی، ولی نه خودم خفت بکنم. گند و دیگه نمیتونی جمعش کنی. پرویز و هیئت مدیره رو انداختی به جون من، بعد جوری تلافی میکنم، همشونو میندازم به جونت، کاری میکنم مرگ تو آرزو کنی. جون من، مگه نگفتم همین الان از شهر برو بیرون؟ برای چی افتادی دنبالم؟ من 2 روز نخوابیدم، اعصاب ندارم، از شهر میرم خودم رو گم و گور میکنم. برات بدونم به تو چی گفته.
ببین من مغزم داره میترکه. شما چی کاره این؟ داستانتون چیه؟ ژاله با توه ها؟ نه ژاله کاری به این کارو نداره. من نمیتونم حرفتو باور کنم. اون دیگه مشکل خودته، من میخوام با حرف بزنم. بعد خود ژاله بپرسم یا بهمن؟ برای خودشون خطرناکه، همه چی میرسه به هم. چرا؟ چون بهمن از چیزی خبر نداره، اصلا با اینا نیست. اینا واسه شرکت ساختمونشون دنبال مدیر قوی میگشتن، بهمن رو گذاشتن رئیس اونجا. منم اونجا باش آشنا شدم. نادر که میخواست عروسی کنه برای که من خفه کنه گذاشت من اونجا کار کنم. ژاله رو من معرفی کردم، از دانشگاه میشناختمش، گرافیس میخواستیم معرفیش کردم شرکت. اینا اصلا از شرکت اصلی خبر ندارن. کیا از همه چی خبر دارن؟ خودش نادر و مروارید و پرویز و چند تا دیگه. مروارید نیروی خوبی براشون. تعجب میکنم به تو پیشنهاد کار نداده. چون داده. حالا میخواد چی کار کنی؟ نایتا میخواد چی کار کنی؟ یا بمونم اوزار رو سامون بدم یا برم سفر. برو سفر لطفا. چه شیرینه. کجا؟ سفر. من اصلا کجای این بازی بودم؟ چرا آنایتا باید از من همچین کاری رو بخواد؟ داره چی رو شروع میکنه؟ احساس میکنم داره خودزنی میکنه، ولی هدفش چی بود؟ نگاه محو آنایتا منو یاد روزای انداخ که ذهنم از هم پاشیده بود. درست یه سال قبل از اینکه سایت کتابخونی رو درست کنم با قرصای ضد افسردگی سرپا بودم. تو گوشیم درگیر یه بازی شده بودم. ادمین بازی ازت میخواست کارهای عجیب بکنی. با یه تیغ روی دست علامت F57 رو بکش. عکس نهنگا بیا برای ادمین نقاشی کن و بفرست. بازوی خودتو در امتداد سیاه رگ ببر و عکسشو برای ادمین بفرست. اسم بازی نهنگا آبی بود. دوست دارم بدونم تو مغز کسی که بازی نهنگا آبیو طراحی کرده چی میگذشته. این که آدم بتونه یه بازی بسازه که بازی کناشو کم کم تا محلی خودکشی برسونه. این یعنی قدرت بخش تاریک ذهن آدم ها رو میشناخته. آنایتا انگار تو مراحل آخر بازی نهنگابی بود. داشت تو مسیر یه خودزنی جلو میرفت. تو ابعاد خیلی بزرگ. آنایتا، آنایتا.